قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وسوسه که هم نوعان ما به وجود میارن که انسان یک کار نادرست انجام میده، دوستش باشه یا در وسایل ارتباطات جمعی امروز، خب به اشکال مختلف وسوسه میکنن، گناه را و نافرمانی را برای انسان زیبا جلوه میدن. وسوسه نگاه کنید، تا زمانی که انسان به مرحله اجرا نیاورده باشه گناهی نداره. وسوسه از شیطان باشه، از نفست باشه، از انسان دیگه باشه، تا زمانی که انسان اینو بر زبان نیاورده باشه، عمل نکرده باشه، گناهی نداره. ولی ما بایستی با این وسوسه ها بجنگیم. اگه کوتاهی کردیم این وسوسه های زیاد میشه و انسانو به مرحله عمل میاره. یه وقت تبدیل میشه به وسوسه های قهری، وسوسه اجباری که دیگه همیشه با انسان هست، میشه یک بیماری برای انسان. ولی این وسوسه‌ای که الان داریم صحبت میکنیم یک افکاری است که به انسان هجوم میاره و بعد تموم میشه لو. ولی اگه ما باش مبارزه نکنیم این وسوسه در انسان میمونه، دچار یک بیماری میشه انسان، یک بیماری میشه برای انسان. شما میبینید که طرف امکان داره چقدر دستشو میشوره، چند بار وضو میگیرد، در مورد بستن در خونه چقدر شکاک هست، وسوسه داره، بستم در نبستم، تو تعداد رکعات نمازش، سوره فاتحه خوندم نخوندم، تکبیر گفتم نگفتم، این دی تبدیل به بیماری شده، چون در اصل باش مبارزه نکرده، اجازه داده، تراکم پیدا کرده، متراکم شده، تبدیل به یک بیماری شده که باید علاج کنه. حالا چطوری بفهمیم که این وسوسه از نفس انسان هست یا از شیطان هست؟ خب علما رحمت الله علیهم در این مورد از قدیم صحبت داشتند. یکی از تعریف‌های زیبا اینه که وقتی دیدی یک گناه خاصی میخوای انجام بدی، این از نفست هست. یک گناه خاصی اونو دوست داشتی، این از وسوسه، این از نفس هست. اما اگه نه، فقط نافرمانی خدا باشه، این موفق نشدی، یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه میاره، دعوت دادن به نافرمانی خدا به هر نحو ممکن، این از شیطان هست. شیطان دشمنت هست، شیطان دشمن آشکار انسان هست. فقط میخواد تو نافرمانی کنی، این نشد، یکی دیگه به نحو دیگه به اشکال مختلف میاد برای ایجاد به حساب نافرمانی در انسان، که نافرمانی کنن، نافرمانی خدا کنه، قسم خورده که من باید انسان رو گمراه کنم بالاخره.